فصل 8 روابط چه سری در باری افراد رأی صادر می کنیم و به نتیجه گیری در باری آنها می پردازیم. برچسب زدن به انسانی دیگر، دادن هویت ذهنی به او، داوری کردن او و حق به جانب دانستن خودمان و اعلام کردن این حکم برای ذهن خودمحور رضایت بخش است. هر انسانی شرطی شده که به شیوه های خاص فکر و رفتار کند. شخص نه تنها با تجربه های دوران کودکی و محیط فرهنگی بلکه به طور ژنتیکی نیز شرطی شده است. آن وجود حقیقی فرد نیست بلکه ظاهر اوست. هنگامی که کسی را قضاوت می کنی، الگوهای ذهن شرطی را با وجود حقیقی او اشتباه می گیری. انجام این کار خود الگویی عمیقاً ناآگاه و شرطی است. تو به فرد هویتی ذهنی می دهی و آن هویت کاذب نه تنها برای آن شخص بلکه برای خود تو هم زندان می شود. کنار گذاشتن داوری به این مفهوم نیست که نمی‌بینی دیگران چه می‌کنند. به این معناست که تشخیص می‌دهی رفتار آنها شکلی از شرطی شدن است. آن را می‌بینی و همان گونه که هست می‌پذیری. اما بر این مبنا هویتی برای آن شخص نمی‌سازی. این تو و دیگری را به یک اندازه از هویت شرطی شکلی و ذهنی نجات می دهد. آنگاه دیگر منیت روابط تو را اداره نمی کند. مادامی که منیت زندگی تو را اداره می کند، بیشتر افکار، عواطف و رفتارهایت از خواسته و ترس نشأت می گیرند. آنگاه در روابطی که داری یا از شخص دیگر چیزی می‌خواهی یا از چیزی در رابطه با او می‌ترسی. آنچه از او می‌خواهی ممکن است لذت یا دستاورد مادی، قدردانی، ستایش یا توجه باشد. و یا شاید از طریق مقایسه با او خودت را برتر، داناتر، داراتر تعیین می‌کنی و در نتیجه احساسی را که از خود داری تقویت می‌نمایی. اما ترس تو از این است که امکان دارد کاملاً برعکس باشد و او آنچه را خود می‌انگاری به گونه‌ای تحقیر کند. هنگامی که لحظه حال را مرکز توجه خود می‌کنی و آن را به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به هدف به کار نمی‌بری، به ورای منیت می روی و تسلیم این اجبار ناآگاهانه نمی شوی که انسانها را به عنوان وسیله هایی در راه هدف بزرگ کردن خود به بهای دیگران به کار بگیری. هنگامی که توجه کاملت را به شخص مقابل می دهی، گذشته و آینده را از رابطه بیرون می کشی. مگر در موارد عملی، هنگامی که در رویارویی با هر فردی به گونه‌ای کامل حضور داشته باشی، آن هویت ذهنی را که در موردش ایجاد کرده‌ای، یعنی تفسیری را که از وجود و رفتار او در گذشته ساخته‌ای، رها می‌کنی. اکنون می‌توانی بدون حرکت‌های خودمحورانه خواسته و ترس با این فرد تبادل کنی. توجه که خود سکون هوشیار است کلید می باشد. چه زیباست که در روابطت به برای خواسته و ترس بروی. عشق چیزی نمی خواهد و از چیزی نمی ترسد. اگر از گذشته او گذشته تو، درد او درد تو و سطح آگاهی او سطح آگاهی تو بود، درست مانند او فکر و رفتار می کردی. با این درک بخشایش، همدلی و آرامش همراه است. منیت دوست ندارد این حقایق را بشنود
زیرا اگر نتواند واکنشی و حق جانب باشد، قدرتش را از دست می دهد. هنگامی که هر کسی را که به فضای حال می آید به عنوان مهمانی بالا مقام پذیرا می شوی، آن هنگام که اجازه می دهی هر کس همان گونه که هست باشد، آن شخص شروع به دگرگون شدن می کند. برای شناخت ذات دیگری واقعا لازم نیست چیزی دربارش بدانی. لازم نیست گذشته پیشینه و داستان او را بدانی. ما دانستن درباره فرد را با شناخت عمیق و غیر ذهنی آن شخص اشتباه می‌گیریم. دانستن درباره و شناخت کاملا متفاوت هستند. یکی در ارتباط با شکل است و دیگری در ارتباط با بیشکلی. یکی از طریق فکر عمل می کند و دیگری از طریق سکون. دانستن درباره یک فرد برای اهداف عملی مفید است و در آن سطح لازم می باشد. اما هنگامی که دانستن مشخصه اصلی روابط می شود، بسیار محدود کننده و حتی ویرانگر می گردد. افکار و مفاهیم مانعی تصنعی ایجاد می کنند و بین افراد جدایی می اندازند. آنگاه روابط تو از وجود نشأت نمی گیرند، بلکه بر مبنای ذهن هستند. بدون مبانی ذهنی، عشق به طور طبیعی در تمامی روابط انسانی حضور دارد. بیشتر روابط انسان‌ها به تبادل کلام، یعنی قلمروی فکر محدود است. مهم است که قدری سکون به روابط و به ویژه روابط صمیمانه وارد کنی. هیچ رابطه‌ای نمی‌تواند بدون آن احساس گستردگی که همراه سکون می‌آید رشد کند. با هم دیگر مراقبه کنید یا اوقاتی را کنار هم در سکوت میان طبیعت بگذرانید. هنگامی که با هم دیگر راه می روید یا در خانه یا اتومبیل می نشینید، با قرار گرفتن در سکون کنار هم دیگر آسوده باشید. لازم نیست و نیازی ندارید که سکون را بیافرینید. فقط سکونی را که وجود دارد، سکونی را که توسط همهمه ذهن پوشیده شده است، پذیرا باشید. اگر سکون گسترده در رابطه وجود نداشته باشد، آن رابطه در اختیار ذهن قرار می گیرد و به سادگی می تواند مغلوب مسائل و اختلاف ها شود. اگر سکون وجود داشته باشد، همه چیز را در بر می گیرد. گوش سپردن حقیقی راه دیگری برای آوردن سکون به رابطه است. هنگامی که به راستی به کسی گوش می دهی، بعد سکون پدید می آید و بخش عمده ای از رابطه می گردد. اما گوش سپردن حقیقی هنر کمیابی است. معمولاً بخش عمده توجه شخص صرف فکر کردن می شود. در بهترین حالت شاید طرف مقابل مشغول ارزیابی سخنان تو شود یا در این فکر باشد که سخن بعدیش چه خواهد بود، یا شاید هم اصلا گوش ندهد و غرق در افکار خودش باشد. گوش سپردن حقیقی به ورای درک شنیداری می رود. گوش سپردن حقیقی پدید آمدن توجه هوشیار و ایجاد فضایی از حضور که کلمات در آن دریافت می شوند است. در این حالت کلمات کم اهمیت می شوند. عمل گوش دادن و فضای حضور آگاه که با گوش سپردن پدید می آید بسیار مهمتر از مطلبی است که می شنوی. آن فضا قلمروی یک پارچه کننده آگاهی است که در آن طرف مقابل را بدون موانع جدا کننده ناشی از افکار ذهنی می‌بینی. اکنون آن شخص دیگری نیست. در چنین فضایی شما دو نفر به عنوان یک هوشیاری و یک آگاهی به هم می‌پیوندید.
آیا در روابط صمیمانه‌ات اغلب دچار ناراحتی‌های تکراری می‌شوی؟ آیا اختلاف نظرهای به نسبت کوچک اغلب به مشاجره‌های خشن و درد عاطفی منجر می‌شود؟ این گونه تجربه‌ها از الگوی خودمحورانه بنیادی ناشی می‌شود. نیاز به محق بودن و البته نیاز به اینکه دیگری خطاکار باشد، یعنی خود را با موقعیت‌های ذهنی یکی انگاشتن، همچنین منیت نیاز دارد که گهگاه با کسی یا چیزی در مخالفت باشد تا حس جدایی بین من و دیگری را که لازمه بقای خودش هست تقویت کند. علاوه بر این، درد عاطفی انباشته شده ای از گذشته در درون تو و تمامی افراد وجود دارد، هم از گذشته فردی و هم از تجربه جمعی بشر که به زمانهای خیلی خیلی دور باز می گردد. این بدن دردمند به صورت یک میدان انرژی در درونت وجود دارد که گهگاه بر تو غلبه می کند، زیرا برای تغذیه و تجدید قوا به درد عاطفی بیشتری نیاز دارد. بدن دردمند سعی می کند فکر کردن تو را در اختیار بگیرد و آن را به شدت منفی کند. این میدان انرژی عاشق افکار منفی تو است، زیرا با تواتر آن هماهنگ است و در نتیجه می تواند از آن تغذیه کند. در ضمن در افراد نزدیک به تو و به ویژه شریک زندگیت واکنش‌های عاطفی منفی ایجاد می کند تا بتواند از درد عاطفی و آزردگی‌های متقابل به آن تغذیه نماید. چگونه می توانی از این هویت عمیق و ناآگاه دردمند که این همه اندوه در زندگیت می آفریند رها شوی؟ نسبت به آن هوشیار شو، متوجه شو که این وجود حقیقی تو نیست و آن را بشناس که درد گذشته توست. آن هنگام که در تو یا شریک زندگیت پدیدار می شود شاهدش باش. هنگامی که دیگر ناآگاهانه خودت را با آن یکی نمیدانی، وقتی که میتوانی آن را در درونت احساس کنی، تغذیهش نکن تا به تدریج بار انرژی خودش را از دست بدهد. ارتباطهای انسانی میتواند همچون جهنم باشد یا میتواند تمرین معنوی بسیار خوبی باشد. هنگامی که به انسان دیگری می نگری و عشق عمیقی نسبت به او احساس می کنی، یا آن هنگام که زیبایی طبیعت را مشاهده می کنی و چیزی در درون تو عمیقا نسبت به آن واکنش نشان می دهد، برای لحظه‌ای چشمانت را ببند و جوهر آن عشق یا آن زیبایی را در درونت حس کن که از وجود تو، طبیعت حقیقی تو جدا نیست. شکل بیرونی باستابی گذرا از وجود درونی تو و ذات توست. برای همین است که عشق و زیبایی هیچگاه نمیتواند تو را ترک گوید، هرچند که تمامی اشکال بیرونی تو را ترک میکنند. رابطه تو با جهان اشیا چیزهای بیشماری که پیرامونت را گرفتند و هر روز با آنها سر و کار داری چیست؟ صندلی که به رویش می نشینی، قلم، اتومبیل و فنجان، آیا آنها برای تو فقط وسیله جهت رسیدن به هدف هستند یا گهگاه حتی برای لحظه کوتاهی وجودشان را در نظر می آوری؟ بودن آنها را متوجه می شوی و توجهت را به آنها می دهی. هنگامی که به اشیا وابسته می شوی،
هنگامی که آنها را به کار می‌گیری تا در چشم خودت و دیگران با ارزش‌تر به نظر بیایی، نگرانی در مورد اشیا به سادگی می‌تواند همه زندگیت را فرا بگیرد. وقتی که خودت را از طریق اشیا می‌شناسی، قدرشان را نمی‌دانی، زیرا منفعت خودت را در آنها جستجو می‌کنی. آن هنگام که قدر شی را همان گونه که هست می‌دانی، وقتی که بودن آن را بدون فرافکنی ذهنی در نظر می‌گیری، نمی‌توانی برای وجودش احساس قدرشناسی نکنی. شاید احساس کنی که واقعاً بی‌جان نیست و فقط حواس تو آن را بی‌جان به حساب می‌آورد. فیزیکدانان تأیید می‌کنند که هر شی در سطح مولکولی میدان انرژی تپنده است. از این طریق که بدون خودخواهی قلمروی اشیا را ارج نهی، جهان پیرامون تو به گونه‌ای زنده می‌شود که با ذهن حتی قادر به فهمیدن آن نخواهی بود. هرگاه با کسی دیداری، هرچند کوتاه داری، آیا توجه کاملت را به او معطوف می‌کنی و در نتیجه وجودش را مورد تأیید قرار می‌دهی، یا او را به ابزاری در راه هدف کاهش می‌دهی و آن شخص را فقط نقش یا کارکردی می‌پنداری؟ رابطه با صندوقدار فروشگاه، مراقب پارکینگ، تعمیرکار یا مشتری چگونه است؟ یک لحظه توجه کافی است. هنگامی که به آنها نگاه می‌کنی یا گوش می‌دهی، سکونی هوشیار شاید فقط برای 2-3 ثانیه، شاید هم برای مدت بیشتری پدید می‌آید. همین کافی است تا چیزی حقیقی‌تر از نقش‌هایی که معمولاً بازی و خودمان را با آنها شناسایی می‌کنیم به وجود آید. تمامی نقش‌ها بخشی از آگاهی شرطی و ذهن انسان را تشکیل می‌دهند. آنچه از طریق توجه کردن پدید می‌آید نامشروط است. همان وجود ذاتی توست که در زیر نام و شکل تو وجود دارد. در این صورت دیگر نمایش بازی نخواهی کرد. حقیقی خواهی شد. هنگامی که آن بود از درون تو پدید آید، آن بود را از درون شخص دیگر نیز بیرون می کشد. البته در نهایت هیچ کس دیگری نیست و تو همواره با خودت روبرو هستی. فصل 9. مرد و ابدیت. هنگامی که در جنگلی که توسط انسان آراسته و دستکاری نشده قدم می زنی، نه تنها زندگی سرشاری در همه جای پیرامون خود می‌بینی، بلکه در هر قدم با درخت‌های افتاده بر زمین، تنه‌های در حال پوسیدن، برگ‌های فرو ریخته و مواد در حال تلاشی نیز روبرو می‌شوی. به هر کجا بنگری، مرگ و زندگی را در کنار هم می‌بینی. اما با بررسی دقیق‌تر متوجه می‌شوی که تنه درخت در حال پوسیدن و برگ‌های فرو ریخته نه تنها زندگی تازه‌ای را به وجود می‌آورند، بلکه خود نیز سرشار از زندگی هستند. موجودات ذره‌بینی در تلاش هستند. مولکول‌ها ترتیب جدیدی برای خود ایجاد می‌کنند. بنابراین مرگ در هیچ کجا یافت نمی‌شود. فقط شکل‌های زندگی دگرگون می‌شوند. از این منظره چه می آموزی؟ مرگ نقطه مقابل زندگی نیست. زندگی هیچ متضادی ندارد. متضاد مرگ تولد است. زندگی ابدی است. فرزانگان و شاعران طی دورانی مدید به ویژگی رویاگونه وجود آدمی پی بردند که در ظاهر چنان محکم و واقعی و در عین حال چنان ناپایدار است که در هر لحظه امکان دارد ناپدید شود. در زمان مرگ
داستان زندگی تو به راستی ممکن است همچون رویایی رو به پایان به نظرت برسد، اما تا در رویا نیز باید جوهری حقیقی وجود داشته باشد. باید آگاهی وجود داشته باشد که رویا در آن روی دهد، وگرنه امکان وجود رویا نیست. آیا بدن آن آگاهی را می آفریند یا آگاهی رویای بدن یعنی رویای شخصی را می آفریند؟ چرا بیشتر افرادی که تجربه نزدیک به مرگ داشتند ترس از مرگ را کنار گذاشتند؟ در این باره بیندیش؟ البته می دانی که خواهی مرد، اما تا هنگامی که برای نخستین بار شخصا با آن روبرو شوی، مرگ فقط یک مفهوم ذهنی باقی می ماند. شاید مرگ از طریق یک بیماری سخت یا تصادف خودت یا نزدیکانت پیش بیاید، یا مرگ عزیزی به زندگیت وارد شود و تو را درباره فناپذیری خودت هوشیار کند. بیشتر مردم از مرگ می ترسند و از آن رو گردانند. اما اگر روی بر نگردانی و با این واقعیت روبرو شوی که بدنت ناپایدار است و هر لحظه امکان دارد از بین برود، تا اندازه اگر چه ناچیز خود را از شکل جسمانی و روانیت از منت جدا احساس خواهی کرد. هنگامی که طبیعت ناپایدار تمامی اشکال هستی را می‌بینی و می‌پذیری، احساس آرامشی شگفت را فرا می‌گیرد. از طریق روبرو شدن با مرگ آگاهی تو تا اندازه از یکی بودن با شکل رها می‌شود. برای همینم هست که در برخی از سنت‌های بودایی راهب‌ها به طور مرتب به سردخانه می روند و میان جنازه ها به مراقبه می نشینند. در فرهنگ های غربی نفی مرگ بسیار متداول است. حتی افراد سالخورده سعی می کنند درباره آن سخن نگویند و فکر نکنند. در غرب اجساد را پنهان می کنند. فرهنگی که مرگ را نفی می کند ناگزیر سطحی و تصنعی می شود و فقط به شکل‌های بیرونی اشیا توجه دارد. هنگامی که مرگ نفی می شود، عمق زندگی از دست می رود. در این صورت امکان شناخت وجود حقیقی من در ورای نام و شکل، یعنی بعد متعالی از زندگی‌های ما خارج می شود، چرا که مرگ آستانه آن بعد است. مردم با پایان‌ها آسوده نیستند، زیرا هر پایان مرگ کوچکی است. به همین دلیل است که در بسیاری از زبان‌ها برای خداحافظی واژه‌ای را به کار می‌برند که به معنای به امید دیدار است. هرگاه تجربه‌ای پایان می‌پذیرد، مانند گرد همایی دوستان، مسافرت یا هنگامی که فرزندان خانه را ترک می‌کنند، مرگ کوچکی را تجربه می کنی، شکلی که آن تجربه در آگاهی تو پدید آورده بود ناپدید می شود. اغلب پایان یافتن هر تجربه احساسی از تهی بودن به جای می گذارد که بیشتر مردم سخت می کوشند تا آن را حس نکنند و با آن روبرو نشوند. اگر بتوانی یاد بگیری که پایانهای موجود در زندگی را بپذیری و حتی با آغوش باز به استقبال آنها بروی، شاید متوجه شوی که آن احساس تهی بودن که در آغاز ناراحت کننده بود، به احساس گستردگی درونی که عمیقاً آرامش بخش است تبدیل می شود. اگر بیاموزی که هر روز به این طریق بمیری، خودت را در برابر زندگی می گشایی.